با عرض سلام و ادب، کیانی هستم، محقق و پژوهشگر طب گیاهی و علوم طبیعی. موضوع این برنامه بخش میرزا بنویس از فصل سرگذشت حکیم کیانی از کتاب درمانگر تألیف این حقیر می باشد. من از دوران کودکی توانایی سخنوری را نداشتم، به خاطر همین آدم کمرو و بسیار کم حرفی به حساب می آمدم و به غیر از آنچه که از من سوال می شد جواب نمی دادم، آن هم خیلی مختصر. معمولا در بین عامه مردم رواج دارد که اگر خدا نعمتی را از انسان دریغ کند، در عوض نعمت دیگری را بر او فزونی می بخشد. مثلا اگر شخصی نابینا باشد، در عوض بقیه حواس او مانند شنوایی بسیار قدرتمند می شوند. برای من نیز اینگونه بود. درست است که نمی توانستم حرف بزنم، ولی به خوبی می توانستم آنچرا که در ذهنم می گذرد بر روی کاغذ نقش کنم و این مزیت تا کنون در تمامی جنبه های زندگی من تأثیر گذاشته است. در همان اوان کودکی داستان‌های بی‌معنا و بی‌مفهومی را در ذهنم خلق می‌کردم و بعد آنها را می‌نوشتم، و یا اینکه برخلاف بقیه دانش آموزان دوره ما که همه از مشق نوشتن متنفر بودند، من با کمال میل مشق‌هایم را به طور مرتب و منظم می‌نوشتم و یا سوالات امتحانی برای خودم و دوستانم به طور کتبی طراحی می کردم. کمی که بزرگتر شدم توانستم کتاب های غیر درسی را مطالعه کنم. علاقه‌مند به خواندن کتاب ها شدم و از مطالب زیبا و مفید هر کتابی همیشه نوت‌برداری می کردم. به خاطر همین هست که الان بیش از 20 دفتر صدبرگ خلاصه نویسی از اکثر کتاب هایی را که تا کنون مطالعه کردم را دارا می باشم. بر سر راه مدرسه یک دکه روزنامه فروشی قرار داشت. در این دکه همه چی فروخته می شد بجز از روزنامه. از لواشک خوشمزه گره بهداشتی گرفته تا لوازم و تحریر و هر آنچه که امکان داشت دانش آموزان به آنها نیاز داشته باشند. هر از گاهی کتاب‌های معدودی نیز به فروش گذاشته می‌شد. از این کتاب‌ها دیوان اشعار صاحب تبریزی بود که کتاب جیبی کوچکی بود که جلد زرد رنگی داشت و اشعار با خط نستعلیق نوشته شده بود و قیمت چندانی هم نداشت. من آن را خریدم. این اولین کتاب غیر درسی بود که من صاحب آن شدم. در آن زمان فقط 9 سال داشتم، تقریبا نمی توانستم آن را بخوانم، چه رسد که معنا و مفهوم آن را درک کنم. پسر دایی داشته و دارم تحت نام حسن که 10-12 سالی از من بزرگتر بود. او عاشق حافظ بود و خط زیبایی نیز داشت و خطات رسمی به حساب می آمد. او اشعار حافظ را می خواند و برای ما نیز به زبان ساده ترجمه می کرد و من نیز هم تحت تأثیر حافظ بودم، هم خود حسن که زبان شیوایی داشت و از شنیدن سخنان او لذت می بردم. در 12 سالگی در تنها مغازه کتاب فروشی که در محله ما وجود داشت دیوان حافظ را دیدم و هر طوری شده بود آن را خریداری کردم. این بار نیز نتوانستم معنا و مفهوم اشعار حافظ را درک کنم، ولی در عوض حداقل می توانستم آن را بخوانم، هرچند که در تلفظ خیلی از کلمات مشکل داشتم. تا اینکه یکی از همکلاسی‌هایم که ذوق مرا به مطالعه می‌دید، کتاب ژول ورن را برایم هدیه داد. این کتاب خیلی روان و شیوا بود. هم به راحتی می‌خواندم، هم مطالب آن را به راحتی متوجه می‌شدم. زیرا این کتاب برای افرادی هم سن و سال من نوشته شده بود
و در عین تخیلی بودن کتاب مطالب علمی را نیز به میان می کشید. از این پس عاشق داستانهای ژول ورن شدم. در همه جا به دنبال کتابهای علمی ژول ورن بودم. از این پس یک مطالعه کننده حرفه‌ای شدم. علاقه شدیدی به مطالعه پیدا کرده بودم. در آن زمان دلیل این را نمی دانستم، ولی امروز متوجه هستم که مطالعه کتاب تنها سرگرمی بود که من در آن زمان داشتم. نه تلویزیون درست حسابی داشتیم، نه سرگرمی های دیگری که امروز تنوع بیشماری دارند. البته وسایل سرگرمی مانند آتاری و میکرو و امثال این در آن زمان نیز وجود داشت، ولی ما فقیرتر از آنی بودیم که چنین بازیچه های لوکسی در خانه داشته باشیم. بنابراین چاره ای نبود جز مطالعه کتاب برای رفع اوقات فراغت. هر چقدر که بزرگتر می شدم دایره مطالعات من در زمینه های مختلف رشد می کرد و از کتاب های روانشناسی گرفته تا تاریخ و فلسفه و خلاصه هر کتابی که در دسترسم بود مطالعه می کردم و مهمتر از آن مطالبی را که برای من سودمند و یا خوشایند بود خلاصه نویسی می نمودم. قبل از اینکه با عطار آشنا شوم چند کتاب نوشته بودم که عمدتاً مربوط به علوم غریبه بود که ارزش چاپ و نشر را نداشتند، ولی زمانی که عطار مرا به شاگردی قبول کرد سرنوشت آینده حرفه‌ای من آغاز گردید. در مغازه عطاری اصولاً من کاری نداشتم که انجام بدهم، زیرا همه کارهای مغازه را خود عطار انجام می‌داد، تا اینکه عطار متوجه شد که من توانایی نوشتن خوبی دارم. مشکل بزرگی که استاد داشت این بود که دستور تهیه و مصرف گیاهان دارویی بسیار طولانی و گاهن سخت و پیچیده بود و مشتریان از این موضوع همیشه گله‌مند بودند. گاهن بارها یا تماس تلفنی برقرار می کردند و یا مجدداً مراجعه می نمودند تا روش تهیه را دوباره عطار برای آنها توضیح دهد. ما به کمک همدیگر این موضوع را حل کردیم. عطار وقتی طرز تهیه و مصرف دارویی را برای بیمار توضیح می داد، من به سرعت شروع به نوشتن می کردم و پس از اتمام دست نوشته را تحویل بیمار می دادم. این مشکل مصرفی بیماران را حل کرده بود. فقط چون مجبور بودم سریع بنویسم، بنابراین برخی مطالب ناخوانا بودند. مدتی نگذشت که این مشکل هم رفع گردید. بدین ترتیب که به حدی هر روز دستور مصرف برای بیماران می نوشتم، تقریبا اصول مصرف دارویی گیاهان را از بر کرده بودم. نیازی نبود که به هنگام سخن گفتن عطار من آنها را بنویسم. بنابراین در خانه با اوقات فراغت و با دقت بسیار شروع به نوشتن دستورالعمل ها می کردم و به هنگام نیاز هر کدام را که مورد نیاز بود به مشتری تحویل می دادم. در بهار و تابستان هم که آخر هفته ها برای جمع‌آوری گیاهان دارویی به دل طبیعت می رفتیم، هر گیاهی را که می دیدم از استاد می خواستم در مورد آن توضیحاتی را ارائه دهد. من نمی توانستم در حین چیدن گیاهان دارویی این مطالب را بنویسم، ولی در عوض به کمک واکمن مطالب استاد را ضبط می کردم و بعد در خانه آن را به نوشته تبدیل می نمودم. در آن زمان موبایل هنوز اختراع نشده بود. واکمن ضبط صوتی کوچکی بود که هم می شد در آن به نوار کاست گوش کرد و هم اصوات را در آن ضبط نمود. در مورد خود گیاهان دارویی نیز اوائل از هر گیاه یک عدد را به عنوان نمونه در لابلای کاغذ خشک می کردم تا بعدها نام آن را فراموش نکنم. این کار مفید نبود، زیرا بعد از خشک شدن لابلای دفتر و کاغذ ظاهر و رنگ گیاه خیلی تفاوت پیدا می کرد و اصولا قابل شناسایی نبود. تا اینکه عطار برای من دوربین عکاسی هدیه داد و من به جای خشک کردن نمونه ها از آنها عکاسی می کردم که بعدها
از این عکس‌ها در دایره المعارف‌هایم استفاده نمودم. مدتی بعد به ذهنم خطور کرد که بهتر از هر آنچه را که از استاد یاد گرفتم و نوت نویسی کرده ام را به صورت یک کتاب قابل نشر در بیاورم. فکر خوبی بود. هم صاحب درآمد می شدم و هم به نویسندگی علاقه داشتم. در زمان شاگردی اصولاً درآمدی نداشتم، زیرا فقط کارآموزی می کردم و سود چندانی برای عطار نداشتم. بنابراین پولی هم در کار نبود. فقط در اواخر سالهای شاگردی چند ماه آن هم مبلغ بسیار اندکی را عطار برایم در نظر گرفت. دختر کوچکش نیز گفته بود او، یعنی من، کاری انجام نمی دهد، فقط در مغازه می نشیند و می نویسد، چرا برایش حقوق می دهی؟ این حرف دختر عطار مرا بسیار ناراحت و افسرده کرده بود. درست است که در مغازه کار زیادی انجام نمی دادم، ولی به هنگام جمع‌آوری گیاهان دارویی در طبیعت تمام توان و تلاش خود را به کار می بستم و گیاهان دارویی را با مشقت زیاد جمع‌آوری می کردم و از این راه عطار سود می کرد. بقیه اعضای گروه جمع‌آوری کننده گیاه از عطار حقوق می گرفتند، ولی من نه تنها پولی دریافت نمی کردم، بلکه گاهی اگر آن گیاه را از مغازه عطار می خواستم بهایش را مجبور بودم بپردازم. برای رهایی از این وضعیت نویسندگی بهترین راه حل بود. با شوق و ذوق شروع به مرتب کردن تمام نوت‌نویسی هایم کردم. بعد از مدت طولانی به یک سال دست‌نویسی مرتب شده کتاب‌های رسمی آماده چاپ و نشر گردید. قبل از اینکه به دنبال ناشر بگردم تصمیم گرفتم در خدمه کامپیوتری که همسایه مغازه عطار بود و مسئول آن شخصی به نام مسعود بود که او نیز لطف بزرگی به گردن من دارد، کتابم را حروف چینی کنم. بعد دنبال ناشر بگردم تا بدین ترتیب توجه ناشر را برای نشر کتابم جلب کنم، زیرا تصور می کردم یک کتاب حروف چینی شده بهتر از کتاب دست نوشته است. مشکلی بر سر راه حروف چینی این کتاب بود، آن اینکه من فقیر پولی برای این کار نداشتم. مسعود با دست و دلبازی این مسئله را حل کرد. او پیشنهاد کرد که در مغازه‌اش کار کنم تا این گونه بتوانم خودم به وسیله کامپیوتر کتاب را تایپ کنم و فقط هزینه پرینت را بپردازم. این برایم سودمند بود. هم کار با کامپیوتر را یاد می گرفتم و هم اولین کتابم را برای نشر آماده می کردم. تایپ کتاب 300 صفحه‌ای خیلی طول کشید. نه به خاطر اینکه من در تایپ حروف کند بودم، به خاطر اینکه اولویت با کارها و پروژه های خدمات کامپیوتری بود، نه کتاب من. یعنی فقط زمانی که سفارش کاری در مغازه نبود من می توانستم کتابم را تایپ کنم. در آن زمان کامپیوتر و خدمات کامپیوتری موضوع بسیار جدیدی بود و به خاطر همین از رونق بسیار خوبی برخوردار بود و مشتریان زیادی برای ما مراجعه می کردند. از تایپ اعلامیه گرفته تا آماده سازی مقاله های دانش آموزان و حتی کپی کردن انواع سی دی. در آن زمان هنوز کامپیوترهای خانگی رونق نگرفته بودند و موبایلی هم در کار نبود، بنابراین نان مسعود در روغن بود. البته بعدها به واسطه افزایش و رشد گارچگونه خدمات کامپیوتری از یک طرف و از طرف دیگر خرید همه مردم برای کامپیوترهای خانگی، کار و کاسبی مسعود نیز از رونق افتاد و او مغازه خود را در نهایت تعطیل کرد. پدر مسعود مرد مهربانی بود که به شغل شریف رانندگی ترانزیت مشغول بود. زمانی که ما نمی دانستیم کامپیوتر چیست، او از آلمان از کامپیوترهای نسل گرای پسرش مسعود بیا آورده بود. مسعود نیز با توانی خود توانسته بود کار با کامپیوتر را یاد بگیرد و به این خاطر در کار خود استادی بود. الان که بعد از تقریبا 30 سال
این سطور را می نویسم مدیون همان آموزه های مسعود مهدیوند هستم، اولین معلم کامپیوتر من. نمیدانم او امروز کجاست و چه کار می کند، ولی آرزوی سلامتی و خوشبختی برای خودش و خانوادهش را دارم. به پایان این بخش از کتاب درمانگر رسیدیم. در برنامه بعدی بخشی دیگر از کتاب درمانگر را مرور خواهیم نمود. به امید دیدار دوباره و آرزوی موفقیت.